به نام خدا، در این ویدیو میخواییم بریم سراغ نگارش دوم دبستان، درس ششم، درس کوشا و نوشا. خیلی نوشته که درس ششم کوشا و نوشا، 5 سطر اول رو از روی درس با خط خوانا و زیبا بنویس. شما میرید سراغ کتاب بخوانیمتون و 5 سطر رو از اون انتخاب میکنید و منتقل میکنید به این قسمت. کلمه های هم معنا رو به هم وصل کن. ناراحت، غمگین، اینجا نوشته شده. زیاد، خیلی. نیرومند، قوی. مریض، بیمار. پرسید، سوال کرد. پس اینا رو به این ترتیب به هم وصل میکنیم. اینجا هم نوشته شده که قابل درک باشه. مانند نمونه با هر کلمه 2 کلمه جدید بساز و بنویس. مثال: مرغ، بهش داری اضافه شده، شده مرغ داری و تخم مرغ. کلمه های جدید ساخته شد. بال، دانش آموز ما بهش ای آخر چسبان اضافه کرده، کرده باله. باله در ماهی میشه. بعد اینجام شین اضافه کرده، شده بالش. دل، دلگیر، دلگیر شدن، غمگین شدن. دلپذیر، یک چیزی خوشمزه، چیزی که آدم خوشش میاد برای خوردن میشه دلپذیر. آب، آب میوه. آب دیده اینجا به معنای پرتجربه. در 2 جمله بنویس اگر چیزی را پیدا کرده چه میکنی؟ دانش آموز ما نوشته: اول اگر شماره تماسی بود خبر میدهم، اگر نه به پلیس تحویل میدهم. پس اگر روش یک شماره یه چیزی بود که بشه به صاحبش رسوند یا صاحبش رو شناختیم، میدیم به صاحبش. اگر نبود، بهترین کار اینه که تحویل بدیم به پلیس. اگر داخل مدرسه بود، به دفتر مدرسه. 5 سطر بعدی را از روی درس با خط قشنگ بنویس. شما باز میرید سراغ این قسمت که نوشته آنها در راه دارکوبی را دیدن، ادامه میدید، میایید تا 5 سطر، تا اینجا مینویسید. 3 کلمه بنویس که در آنها کلمه بازی وجود داشته باشه. مثال داده. مثل چی؟ تناب بازی، اسباب بازی، سر بازی، حق بازی. حق بازی به معنای فریب کار بودن. در هر ردیف کلمه مشترک را در جای خالی بنویس. کتاب فروش، کتابدار، کتابخانه، کتابها. آنچه که در اینها مشترکه کلمه کتابه. خوشمزه، بامزه، بیمزه، بدمزه. آنچه که مشترک است مزه است. امروز، روزانه، روزی، دیروز. آنچه که مشترکه کلمه روز هستش، روز. بنویس اگر جای نوشا بودی چه میکردی؟ این روز یه ذره واوش رو باید درشتر میذاشیم دوست ما. بنویس اگر جای نوشا بودی چه میکردی؟ اگر من به جای نوشا بودم برای کسب علم صبوری میکردم. بریم این بعد. نوشته 5 سطر بعدی رو از روی درس با خط زیبا بنویس. برای همین 1 روز میایید اینجا. برای همین 1 روز رو از این قسمت. باز چندین سطری که خواسته مینویسید و منتقل میکنید به اینجا. منتقل میکنید به اینجا. مرتب کن و بنویس. جمله رو به هم ریخته، شما مرتبش میکنید. بیاموزد را برادر، دو او به آنها که از خواستن دانایی. دو برادر از او خواستند که به آنها دانایی بیاموزد. برادر گرفتند یاد بگیرند تازه ای دو تصمیم چیزها. دو برادر تصمیم گرفتند چیزهای تازه ای یاد بگیرند. با کلمه های داده شده جمله ها را کامل کن. حتما، اتفاقا، معمولا. فردا حتما از دوستم عذرخواهی میکنم. امروز اتفاقا آموزگار را در خیابان دیدم.
دندانهای شیری بچه ها معمولاً از 7 سالگی می افتد. بنویس چه کارهایی می توانی بکنی تا پدر و مادرت خوشحال شوند. خب، دانش آموز ما نوشته خوب درس بخوانم، مؤدب باشم، در کارهای خانه با آنها کمک کنم. این قسمت نوشته 5 سطر بعدی رو از روی خط با از روی درس با خط زیبا بنویس. نوشا قبول کرد ولی خب باز میایم این قسمت ببینیم که کجاست. نوشا ببینم چی میگه. میگه نوشا قبول کرد و هنوز 1 سال نگذشته بود که از آموختن خسته شد. میرید به این قسمت رو پیدا میکنید. بذارید ببینم من میتونم پیدا کنم الان. نوشا قبول کرد و نمیدونم چرا نمیتونم پیدا بکنم. بریم به بقیهش. بذارید اینجا. آره اینجاست اینجاست. نوشا قبول کرد ولی هنوز 1 سال نگذشته بود تا انتهاش می نویسید. خیلی خوب. هم معنی کلمه های زیر را از درس پیدا کن و بنویس. مثل شبیه، شاد، خوشحال، عاقبت، سرانجام، تلاش، کوشش، یاد گرفتن، آموختن. کلمه های زیر را با توجه به نشانه های آخرش دستبندی کن. کوه، کاسه، میوه، کاه، سیاه، راه، پایه، خانه، شانه، فایده. اونهایی که صدای ا میدن و اونهایی که صدای ه میدن. اونهایی که صدای ا میدن از بین این کلمات کاسه، پایه، میوه، خانه، شانه، فایده. اونهایی که صدای ه میدن کوه، کاه، سیاه، راه. بنویس این پرنده چه می کند؟ خب میبینیم پرنده داخل دهن تمساح است. این پرنده دندانهای تمساح را تمیز می کند. به این میگن نوعی همزیستی. برای چی؟ برای اینکه این اگر تمساح مواد غذایی لای دندوناش بمونه فاسد بشه، دندونهاش از بین میره، عذاب میکشه. این پرنده هم دندونای اینو تمیز میکنه و هم خودش غذا پیدا میکنه. خب بیایم این و نوشته زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس. خدایا به من کمک کن تا بیشتر و بیشتر بیاموزم انشالله. کلمه های زیر را بر اساس جاندار و بیجان طبقه بندی کن. اینجا جاندارها رو مینویسید، اینجا بیجانها رو. فیل، مورچه، مار، خرگوش و سگ. اینا جان دارن. بی جانها کتاب، میز، تلویزیون، کیف، سینی و پاکون. و پاکون. خب ظاهرن تمام شد. امیدوارم که از این درس استفاده کافی رو برده باشید. انشالله برای ویدیوی بعدی داستانی رو براتون آماده میکنم. شما رو به خدا بسپارم.